برنامه تقویه مالداری و قرضه های کوچک در مناطق روستایی یا RMLSP یکی از برنامه های موفق وزارت زراعت، آبیاری و مالداری می باشد که در 8 ولایت افغانستان موفقانه در حال رشد است. فیض اول از این خوب پروگرام تقریبا رو به اختتام است. یک سال دیگر شاید از این پروگرام ما مانده باشد. اما فیض دومش ما وقت امضا کردیم با 56 میلیون دلار با دونر مربوطیش که ایفاد است یا صندوق انکشاف، صندوق بین‌المللی انکشاف زراعت. این برنامه در بخش های چون انکشاف مجتمی های لبنیات، خدمات وترنری، حمایت از فقرا، لبنیات باز و انکشاف مرغداری به سطح دهات به هزاران تن از دهاقین، فقرا و مالداران را تحت پوشش قرار داده است. چیدی پروژه عمومی ارزخت 6 میلیون دلار ده چه 6 میلیون دلار یه در ایفاد لخوا تمویلی دید. انکشاف مجتمع های لبنیات از جمله بزرگترین بخش های پروژه RMLSP می باشد که در ولایت همیشه بهار ننگرهار فعالیت دارد. این برنامه در تولید لبنیات مالداران را در تمامی عرصه های مالداری حمایت و کمک می کند. ایجاد هماهنگی و کوپراتیف ها جهت نظم بخشیدن در مالداری و تولید شیر با کیفیت از جمله فعالیت های بخش انکشاف مجتمع های لبنیات در برنامه RMLSP می باشد. 17 کوپراتیف در سطح قریه و 5 کوپراتیف در سطح ولسوالی ها داره و 1500 مالدار عضویت از این اتحادیه را حاصل کرده. اینجا بزرگترین فابریکه تولید خوراکی حیوانی در زون شرق است که توسط برنامه RMLSP ساخته شده است که با خریداری محصولات زراعتی دهاقین خوراکای معیاری حیوانی را تولید می نماید. همچنان در آینده نزدیک بزرگترین فابریکه پروسس لبنیات را نیز این برنامه در این ولایت افتتاح می کند که با اولین چرخش عرابه های این فابریکه آرزوی هزاران مالدار به حقیقت تبدیل می شود. بسیار تغییرات آمده. حیوانات ما زیاد شده. قبلا 2 دانه داشتیم، حالا 6 دانه داریم. اگه این فابریکه فعال شود، ممکن است گوای زیاد پرورش بتیم. ما در زندگی بسیار خوش هستم و شکرگزار هستم که امی استادا آمدن که ما را درس دادن. ما بسیار چیزها را یاد گرفتیم و همت ما را بالا بردن. در گذشته شیر فروشی نداشتم ولی حالا در ما 12,000 افغانی، 13,000 افغانی، بعضی اوقات تا 15,000 افغانی هم از فروش محصولات این مالداری عاید دارم. اگر مفاد این پروژه را حاصل نمی کردیم یا دزدی می کردیم یا با طالبان یک جا می شدیم یا در هردوی ملی می رفتیم، بالاخره یک کار می کردیم. ولی حالا آگاه شدیم که از همه مهمتر همین پروژه مالداری است و ما بسیار امید داریم که خداوند ما را کامیاب می نماید. بخش خدمات وترنری برنامه RMLSP نیز به مالداران این سرزمین کمک های فراوانی کرده است که از جمله القای مصنوعی می باشد. اکثرا مالداران در این ولایت القای مصنوعی را در گاوهایشان تطبیق می کنند چون که نتیجه بسیار عالی داده است. از بخش های دیگر برنامه RMLSP حمایت از فقیرترین فامیل ها می باشد که با توزیع گاو، باز و گوسفند و همچنان تادیه 1000 افغانی ماهانه به صدها فامیل را از وضعیت بد اقتصادی نجات داده است. کار دفتر مصفا در بدخشان
تحت پوشش گرفتن 800 فامیل مستحق ترین یا بگویم کسانی که تحت فقر زندگی میکنند، اینا را تحت پوشش گرفته و بر ارتقای سطح زندگی از اونها و اونها را خودکفا ساختن وظیفه اساسی دفتر مساد همی برنامه است. نه کار چی میکنیم؟ خب مقصد پا ما نه خب پا ما قطع است دیقانی میکانی چیزی نیست. یعنی این سال که امینو مقصد بخش ما نمی مولا را دادن و مقصد ما یک از روپیه میتن، یعنی از پیش از اونها دتا دختر ما های مکتب کشی دادم، همی مولا را دادن و همی از روپیه را دادن و سال هم دختر را پاس به مکتب روان کردیم. پیشی هیچی زندگیم هیچی زندگی نبود، یک کلچه صابونه نمی آم نمی کالای نمی را می شدم آلی نمی گو نمی گو نداده آلی زندگیم خوب است. ماش سودا میکنم چه قیمه سودا میکنم شیش شیر سودا میکنم این نمی امروز این نمی قبا پیسه آورد می دول دباس کم نمودم که بخدا که بونده باش می اینی کلش از برکت هم گرد؟ آمون گرد برکت خواهی، آمون نباشه ما اکشو میکنی اینی ایساب هم نکن اینی اینی شا گفتم آمون موتر در پشه دادم به موتر این در پشه ایستاده اینی دیگه پوگه اینی شا میتم اینی بخش دیگر برنامه RMLSP انکشاف مرغداری به سطح دهات است که با توزیع 20 قطع مرغ به هر فامیل صدها فامیل نادار را صاحب شغل و درآمد مناسب ساخته است. ما در قریه خانم هایی داریم بی وضاحت که از امی 20 قطع مرغ که برشان دادیم یا 15 قطع مرغ که در برخ و جوزجان برشان توزیع کردیم اینا خودکفا شدن. 25 تا هستن و تخم شیر جمع کردم پیسه شیر یک دانه دو دانه گوسفند خریدم اون گوسفند هم اونو برا کرده اون از تک 4 دانه گوسفند گرفته دیگه اون دیگه هست دیگه هم مخوریم هم سودا بنیم هم اونو پسنداز شد دما جالی داد خانه جور کرد ما خوره دانه خوره کل چیز داد مرغا خوب بود دیگه مرغا خوب تخم میداد دیگه با دمی مرغا یک چند تا یک دانه چشاندیم پارسال شوندم خیلی چشه کشید. الفی آب کشته بر از نا ما ترنگ شده دیم قسمه که یعنی گندم را تر میکنن در آب و ما به حساب آمیانی خود ما سمنک میگیم شد این را به خاطر خوراکی مرغا را بر زنا ما یاد دادیم که به حساب دانیشون بر از نا یک مفاده میشه که یعنی دانه کم تر مصرف میشه و الفی آب کشته بر از نا یاد دادیم که اینا این خانم ها الفی آب کشته در زمستان بر پیدانه میشه علف سبز از این بر مرغای خود تر میکنن میتن و تخم مرغایشان بسیار عاید زیاد از گرفتن و هم مرغاشان سهلمندتر و قوی تر شده رفتن. بیست و پنج تا مرغ داشتیم یعنی زمستان دیگه هیچ کارم نکردیم من فقط خواب کردیم مرغا تخمه مرغا را سودا کرده و یه چیز خانه نیست بخر یه چیز خانه نیست بخر بخش دیگر برنامه RMLSP قرضه های کوچک جهت حمایت از فقرا می باشد که از طریق بانک های خصوصی جهت رشد زندگی فقرا تطبیق می شود. پول از طریق برنامه RMLSP به بانک ها انتقال کرده و از آنجا به شکل قرضه های کوچک به مستحقین داده می شود. نظر به خواست و تقاضای وزارت زراعت که به مردمای مستحق و مردمایی که به حساب دهقانایی که توانمندی به پول دیگری ندارن از جای دیگر پول پیدا بکنن این فند بر از نا آماده ساخته و می نیست یک دونری را به حساب پول داده برای اولین بانک قرضه های کوچک افغانستان و این در چندین به حساب برنچ ها به شکل عملی این کار شده و کار می شود و فعلا هم کار داریم. بایی پیره یک لک و بیست گرفتم. باز پس ایره دادی برشان؟ بله، یعنی نمی گو گرفتیم نمی ماس و قطع و نمی
کشت زیرات و برش فایدهش گرفتیم و با پیسهش مای در ما تحویل کردیم. خیلی همی که قرضه را گرفتیم باز فعلا خوب شده میره، زندگی ما خوب میشه. پیش از اویم شوهر ما معلیم نبود، بسیار حال ما خوب نبود و از ما خراب بود دیگه. باز شوهر ما معلیم شد، باز نمو که معلیم شد باز ما شیرادید شدیم، باز از مجلس پیسه گرفتیم. گفتیم که یک وقتی هم نیافتیم از ماش میتیم. حالی که شوهر ما که معلیم ماش دل ما پرست میگریم، سال به سال میگریم. اگر کم بود مونده ماش میتیم. بخش دیگر برنامه RMLSP لبنیات بز است که در تمامی روستاهای تحت پوشش این برنامه از نتایج خوب برخوردار بوده است. این برنامه به صدها زن غریب و بیچاره را کمک کرده تا به پای خودشان ایستاده شوند. آدم یک چیز هم یک گل میدوزید، سمال میدوزید، میگه باید یک در را بگیرم. یعنی از یک بود 5,000 قیمت از بز است، 6,000 قیمت بز است. او در بسار اما 12,000 میشه. بعد دیگه سال 20,000 از 10,000 میشه. موسی خوشی نکنه چی کنیم؟ بسیار خوشی کرده کار خب. نیم کیلو شیری یکش میکردیم، کیلو دیگهش میکرد. یه در مرتبه نخو ما یک کیلو یک داد دکان بر بفروش. یا که مهمان آمد خودت می از اون مصرف کو. یا کدام شتک پشت یا کدام مریضی. اینا دیگه نیش زار ما استفاده میکرد از پیشش. یعنی یک فامیل هم در اینجا به بهره نمانده است. با همه فایده رسیده است. چرا که همه در بازداری مفاد کرده. من خودم قبلا از 100 باز 20 چوچه میگرفتم. ولی حالا 80 تا 90 چوچه میگیرم. این خودش مفاد است. ما قبلا حتی اطفال خود را واکسن نمی کردیم. ولی حالا که دیدیم واکسین به بزهای ما اینقدر مفاد رسانیده است، اطفال ما را نیز واکسین میکنیم که واکسین بسیار فایده دارد. قبلا شیر ترش بود، مواظبت نمی کردیم، کور بودیم، نادان بودیم، دست خدا کسی نمی شست، وسایل نگهداری شیر نبود، از طرف شب حشرات داخل شیر می افتیدن. باز که از او شیر پنیر تهیه می کردیم و او را اشتکا و اطفال می خوردن همش مریض می شد. باز شفاخانه هم نداشتیم. حقیقت میگم حالا که این موسسه آمده است، بهترین کارمندان دارد. نام خدا خودم بسیار لایق شده. بسیار چیزها را یاد گرفتم که اگر از اینجا بروم، وظیفه خوب را به دست آورده می توانم. بسیار هوشیار شدیم. بهترین کارمند شدیم. این همه از برکت همین پروژه لبنیات است. از 30% عایدات افغانستان در عاید خالص یا ناخالص ملی افغانستان نظارت تشکیل میده و اکثریت مردم افغانستان اضافه از 60% کارگرای افغانستان یا مون نسلی که امروز در بازار مارکیت یا در بازار کار شامل هستند، اونا دهقین هستند، کسایی هستند که در زراعت کار میکنند. پیام من برای همه ایشان است که با کارمندان وزارت زراعت در هر ولایت، در هر ولسوالی که موقعیت دارند همکاری بکنند، تأمین امنیتشان را بکنند تا اینا بتوانند در خدمتشان قرار داشته باشند. در کل برنامه تقویه مالداری و قرضه های کوچک در مناطق روستایی یا RMLSP صرف نظر از تمام ملحوظات قومی، زبانی، سمتی و امنیتی خود را تا دورترین روستاهای 8 ولایت رسانیده است که تا چند سال آینده به سر تا سر افغانستان رسیده و یک نظام استاندارد مالداری را در افغانستان ایجاد می‌نماید.